خب سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و علاقمندان به مباحث فلسفی و حکمی. همونطور که مطلع شدیم چند روز پیش، یکی از نویسندگان پرکار عصر ما جناب آقای حسنزاده آملی به رحمت خدا رفتن و من این ضایعه رو به خانواده محترمیشون و به دوستداران، شاگردان و علاقمندان ایشون تسلیت عرض میکنم. ولی خب همونطور که میدونیم ارزش یک نویسنده و ارزش کارهای یک نویسنده و یک عالم زمانی شناخته میشه که به نقد و بحث و گفتگو گذاشته بشه. درباره آقای حسنزاده آملی من ندیدم تا الان کسی وارد نقد و بحث علمی بشه و خیلی به این موضوع ظاهراً علاقمند نیستن. شاید بعد از این بیشتر این موضوع باز بشه و بحث و گفتگو درباره‌شون شروع بشه. خب معمولاً هم بعد از مرگ یک نویسنده یا یک اندیشمند باب گفتگو بیشتر باز میشه. من هم خودم امیدوارم که یک روزی هم در زمان حیات خودم و هم بعد از حیات خودم واقعا نوشته ها و آثارم مورد نقد و بررسی قرار بگیره و این برای خود من و آثار من خیر و برکت داره. لذا آنچه که من امشب اینجا در میون میگذارم واقعا یک بحث علمی است. به هیچ وجه قصد ندارم وارد بحث‌های سیاسی بشم، چنان که در همین یکی دو روز اخیر من دیدم مطالبی در نقد ایشون که بیشتر خاستگاه سیاسی داشت و در واقع مواضع ایشون در دفاع از مثلا نظام سیاسی و سکوت ایشون در برابر بعضی از مسائل و مشکلات رو دستمایه نقد قرار داده بودند. موضع من اصلا سیاسی نیست و وارد اون حوزه هم نخواهم شد. این که میگویم موضع من سیاسی نیست، نه اینکه اون نقد رو به طور کلی نفی کنم. قطعا اون در اون حوزه هم میتوان یک نویسنده رو نقد کرد، مواضع یک نویسنده رو نقد کرد یا حتی مواضع سلبی یا حتی سکوت‌های یک نویسنده رو نقد کرد، چنان که امروزه بعد از گذشت تقریبا بالغ بر نیم قرن از یک فیلسوفی مانند هایدگر ما می‌بینیم که مدام مواضع این فیلسوف مورد نقد قرار می‌گیره و بسیاری از نویسندگان و متفکرین معاصر هایدگر رو به واسطه آن مواضع سیاسی که در آن دوره از زندگی خودش اخذ کرده بود، ولو اینکه بسیار کوتاه هم بود، اما همواره مورد نقد قرار می‌گیره و نباید این رو منتفی دونست. لذا نقد سیاسی و عمل کرده یک نویسنده در مناسباتش با قدرت و امر سیاسی هم یک نقدی هستش که من صلاحیتش رو ندارم و امیدوارم که اون نقدها هم در واقع شکل بگیره و قطعا شکل خواهد گرفت. اما موضع من یک موضع نسبتاً فلسفی و علمی هستش. مایلم که نظر دوستان رو جلب کنم به یک سنت فلسفی که جناب آقای حسنزاده آملی هم به همون سنت تعلق داشت، سنتی که به طور مشخص بعد از جناب شیخ الرئیس ابن سینا آرام آرام شکل میگیره. اون سنت رو من اصطلاحاً سنت فلسفی عرفانی ساز عنوان میکنم، سنتی که در اتمسفر فلسفه داره نفس میکشه، ارتزاق میکنه، اما تمایلی داره به یک در واقع ادبیات و فضای عرفانی، یعنی یک نوع تزریق ادبیات عرفانی به متن فلسفی. ما بعد از ابن سینا شاهد این رخداد هستیم که از نظر من این رخداد یک رخداد نامیمونه و تبعات و لوازمی داشت که در تاریخ جهان اسلام بسیار مشهود و قابل ردیابی هستش. ما بعد از ابن سینا میدانیم به هر حال تقریبا بعد از دو قرن فیلسوفی مانند
ابن رشد رو داریم. ابن رشد فیلسوفیه که دو وجه داره، یک وجه به عنوان شارح ارسطو، به عنوان کسی که میراث ارسطویی رو منتقل میکنه به جهان غرب و در انتقال میراث ارسطویی به جهان غرب نقش بسیار به سزایی داره، به عنوان یکی از شارحین بزرگ ارسطو هم در شرق و هم در غرب او رو به عنوان شارح بزرگ ارسطو میشناسن. اما یک وجه دیگری هم داره و اون تلاش و در جهد بیوقفه او برای آشتی دادن بین فلسفه و دین بود. شاید اولین فیلسوفی که تلاش کرد بین دین و فلسفه یک آشتی در واقع برقرار کنه و یک در واقع این همانی بین فلسفه و دین رو حکم بده ابن رشده. خب این تلاش ابن رشد سرآغاز یک ادبیاتی شد که در حقیقت همزمان با او در تقریبا هم دوره با او سهروردی رو داریم، شیخ شهاب الدین سهروردی یا شیخ اشراق، که فلسفه ای رو ارائه میده که این فلسفه توأم با یک سلوک عرفانی و اشراقیه. اما در شیخ اشراق یک اتفاقی برای اولین بار رخ میده که بعد از اون ما در ملا صدرا این رو به شکل غلیظ و در سایر فیلسوفان بعد از او دیگه میبینیم این رو. شیخ اشراق حکمت الاشراق، نه آثار فارسی شیخ اشراق، شیخ اشراق حکمت الاشراق که یک فیلسوف تمام عیاره، یعنی حکمت الاشراق یک کتاب فلسفی تمام عیاره، ناگهان در بیان یک امر فلسفی به یک مکاشفه و یک رویا در واقع اشاره میکنه. خب شاید بگیم خب چه ایرادی داره او بیان خودش رو با یک رویا آغاز میکنه. مسئله سر زبان فلسفیه. ما تا پیش از این سراغ نداریم، مثلا در شیخ الرئیس اصلا سراغ این نوع ادبیات رو نداریم. وقتی شیخ الرئیس چه در شفا چه در اشاراتش داره بحث میکنه، چه در دانشنامش داره بحث فلسفی میکنه، کاملا به زبان فلسفی التزام داره، یعنی اصلا وارد بیان خواب و مکاشفه و رویا نمیشه. گویی که مثلا شما میخواهید یک قاعده فلسفی رو بیان کنید، یک قاعده ریاضی رو، مثلا شما میخواهید بگویید که آب در دمای 100 درجه میجوشد، یک قاعده علمی تجربیه و این رو به تجربه میگذارید و همه هم میتونن این رو تجربه کنن، یا یک قاعده ریاضی رو بیان میکنید، مثلا یه عمل ساده ریاضی 2 به علاوه 2 میشود 4. برای بیان این قاعده شما از یک مکاشفه یاد میکنید، میگوین من در یک رویایی در یک مکاشفه‌ای مثلا ارسطاطالیس رو دیدم یا افلاطون رو دیدم یا پیامبر رو دیدم یا هر کسی دیگه ای رو و او به من این در واقع بیان رو به من القا کرد. چنین زبانی در زبان فلسفه آفاتی داشت که راه رو برای یک زبان التقاطی باز میکنه. در حقیقت تلاشی که ابن رشد میکنه برای آشتی دادن بین دین و فلسفه منجر به زبانی میشود در سهروردی که هم دوره او هست تقریبا، و بعد از اون ما کسی مثل ملا صدرا رو داریم به فاصله تقریبا 500 سال ملا صدرایی رو داریم که در بیان فلسفی از مشاهده و مکاشفه حرف میزنه. اصلا کتاب عنوان کتابش، عنوان کتاب شواهد الربوبیش که یک کتاب کاملا فلسفیه، در بیان فلسفی از مشاهدات، از مشهد و مشاهده سخن میگه. من با خودم بارها به این موضوع فکر کردم که چرا فیلسوفان بعد از ابن سینا دوچار یک چنین زبانی میشن، چرا اون زبان خالص فلسفی از دست میره و زبان فیلسوفان آمیخته به یک در واقع زبان شبه عرفانی و در واقع غیر فلسفی میشه. خب با خودم اینطور پاسخ میدادم که شاید در اون دوره برای اینکه اون دیسکورس فلسفی بتواند جای خودش رو در جامعه باز
آغاز کنه و جامعه در واقع مسلمانان که بسیار تحت تأثیر فقه و در فقراتی از این دوران به عرفان اقبال نشون دادن، بتوانن به فلسفه هم رو بیارن و این دیسکورس فلسفه در جامعه بتونه خودش رو روش بده. اینها ناگزیر بودن از زبانی استفاده کنن که مقبولیت در بین عامه مردم داشته باشه. عامه مردم به خواب و مکاشفه و رویا همواره اقبال نشون میدن، همواره علاقمند به این نوع، حداقل جامعه مسلمانان. لذا زبان خشک فلسفی که آری از این نوع در واقع استنادات باشه برای جامعه مسلمانان گویی خیلی خوشایند نبود. شاید فیلسوفی مثل شیخ اشراق، شاید فیلسوفی مانند ملا صدرا بدین خاطر چنین زبانی رو اختیار میکنن که بتونن در واقع در بین عامه مردم آن افکار و مطالب خودشون رو بیان کنن یا حداقل مورد غضب قرار نگیرن. به هر حال عموم مردم در جوامع اسلامی همواره مستعد تکفیر و لعن و نفرین اندیشمندان بودن و هستن، لذا این زبان کمی کمک میکنه. شاید ملا صدرا، البته ملا صدرا به عنوان فیلسوفی که مورد توجه قدرت و جامعه سیاسی دوران خودش هم بود، اون به یک معنا به تعبیر یکی از اندیشمندان معاصر، اون قرزدنهایی که نسبت به زمانه خودش میکنه واقعا کمی اغراقه نسبت به بسیاری از، نسبت به خود شیخ اشراق بسیار وضع مطلوبی داشت. شیخ اشراق که به دار آویخته میشه، یا بسیاری از عرفای مانند عین القضات و اینها، یا احمد غزالی، ملا صدرا وضع چندان بدی نداشت. یعنی بیمهری هایی که دیده بود از جانب بعضی از فقها و اندیشمندان دوره خودش، ناچار میشه به یک تبعید در واقع خودخواسته پناه ببره که اونجا هم شرایط خیلی خوبی داشته، یعنی هرگز قابل مقایسه با مثلا شیخ اشراق یا امثال او نبوده. با این حال این توجیه برای من به عنوان بیان علت در حقیقت این پدیده شاید قابل قبول باشه. اما به هر علتی که این فیلسوفان به چنین زبانی روی آوردن، نتایجی که بار آورد، یعنی این زبان فلسفی نتایجی که بار آورد، این نتایج دیگر قابل توجیه نیست. اینها دیگه هیچ ارتباطی به اون علتها نداره. یعنی شما به هر علتی به چنین زبانی روی آوردید، این زبان فلسفی آمیخته به مکاشفه و رویا و مشهد و خواب و در حقیقت این نوع، این قبیل عرفانیات، زبان فلسفه رو از اون اصالت خودش باز می‌داره و اون اصالت می‌افته و اون رسالتی که فلسفه همواره دنبالش بوده، اون رسالت عقیم میمونه. فلسفه به دنبال شکل دادن به یک عقلانیتی بود در جامعه که این عقلانیت در سطح جوامع بشری باید خودش رو در نوع رفتار و گفتار و حرکات و سکنات اون جامعه نشون بده. اما ما با این زبان فلسفی شبه عرفانی میبینیم این زبان نمیتواند اون عقلانیت رو شکل بده. لذا برای همینه که اساساً در بین سه دیسکورس فلسفه و عرفان و فقه که این سه دیسکورس غالب در جامعه اسلامی بوده، دیسکورس فلسفه از همه کمزورتر و بی تأثیرتر بوده در سطح جامعه. یعنی اون چیزی که شما در بین جامعه اسلامی میبینید تأثیر دیسکورس فقه و تأثیر دیسکورس عرفان در دو قرن، مثلا به طور خاص قرن 7 و 8 بوده، 6 و 7 یا کمی هم قرن 8، بعد از اون و قبل از اون دیسکورس فقه که سلطه داره در جامعه اسلامی. و
به همین ترتیب با فقدان اون عقلانیت و شکلگیری اون عقلانیت، این زبان ناتوان از شکل دادن به آن دیسکورس عقلی یا عقلانی بود که انتظار میرفت از فلسفه. خب برای همین ما میبینیم که ابن سینا در اون مسیر تاریخی خودش که منتقل میشه به دوره قرون وسطا و از قرون وسطا به دوره رنسانس، اون عقلانیت در جهان غرب شکل میگیره و زبان فلسفی میتونه عقلانیتی رو در جامعه پدید بیاره. خب این سنتی که زبان فلسفیش آمیخته شده به عرفانیات رو ما در شخص آقای حسنزاده آملی هم میبینیم. آقای حسنزاده آملی رو من به طور مشخص نه فیلسوف میدونم نه عارف، دلایلم رو هم عرض خواهم کرد، بلکه فلسفه دان و عرفاندانی میدونم که بسیار هم متشرعه. یعنی فلسفه دان و عرفاندانی متشرع که این تشرع رو ما در سلوک عملی و گفتار در واقع عامیانه ایشون بسیار میتونیم ببینیم. یعنی وقتی ایشون مثل یک روحانی وقتی میره بالای منبر کاملا مثل یک روحانی متشرعی که در بند در واقع احکام شرعی هستش به همون سطحیت و به همون قشریگری بیانش رو میبینیم. این عرفاندانی و این فلسفه دانی از آقای حسنزاده فیلسوف و عارف نساخت. وقتی من از فلسفه حرف میزنم یعنی کسی که بتواند در جهان فلسفه صاحب یک نظریه یا یک نظرگاهی باشه که بتواند اون نظرگاه به مثابه یک نظرگاه فلسفی حرفی برای گفتن در جهان ما داشته باشه. من در هیچ کدوم از من تقریبا آثار فلسفی و عرفانیشون رو مطالعه کردم، در هیچ کدوم از آثار فلسفیشون یک نظرگاه خاص و قابل توجه ندیدم. بیشتر به عنوان شارح و در واقع حاشیه نویس بر فیلسوفان گذشته از جمله به ابن سینا و جناب ملا صدرا همواره ظهور کرده در آثار فلسفیشون. اما درباره آثار عرفانی، آثار عرفانیشون هم به دو قسم تقسیم میشه. یک قسم آثار عرفان نظریه، یعنی ایشون مثلا شرحی بر فسوس نوشته تحت عنوان ممد الهمم فی شرح فسوس الحکم، و قسم دیگر هم بیان مکاشفات و اون اخلاقیات و عرفانیات به زبان تقریبا ادبی. من به اون قسم بیان مکاشفات و عرفانیات کاری ندارم، چون واقعا آثاریه که قابل نقد هم حتی نیست. جالبه، من حالا یک نفر به من تو همین روزهای اخیر گفت که بعد از این، حالا بعد از فوت ایشون، حالا کلی از کرامات و در واقع مکاشفات ایشون صحبت خواهند کرد. گفتم نیازی نیست دیگران بگویند، چون خود ایشون در زمان حیاتشون کتابی نوشتن و 40 مکاشفه از مکاشفاتشون رو بیان کردن و این خیلی عجیب بود. یعنی در جامعه ای که اگر یک فردی چون این ادعایی بکند، یعنی چنان بلایی سر او میاد، و من هم اتفاقا موافقم، یعنی کسی ادعای عرفان و مکاشف و اینها بکند واقعا معنی نداره، البته موافق نیستم بلایی سرش بیاد، ولی خیلی علاقمند به چنین اتمسفری نیستم. اما ایشون به طور آشکار کتابی می نویسه تحت عنوان انسان در عرف عرفان، که در این کتاب 40 در واقع از مکاشفات خودش 40 تا از مکاشفات خودش رو بیان میکنه. در یکی از مکاشفاتش ایشون بیان میکنه که امام رضا با زبان خودشون آب دهانشون رو بر زبان من نهادن و جمیع علوم علوی و نبوی در من جاری شد. خب من کاری ندارم، اصلا کاری به این که این دروغ راسته به اینها اصلا کاری ندارم و اصلا برای من ارزش علمی هم نداره. اما یه نکته‌ای وجود داره، اون هم این که ایشون در عرفان نظریشون به طور مشخص در شرح فسوسشون، کتاب شرح فسوس تماماً این کتاب اقتباس از شرح قیصریه. یعنی اگر کسی شرح قیصری و همچنین شرح کاشانی،
این دو شرح رو بر ابن عربی بر فسوس رو دیده باشه، متوجه میشه که این کتاب ممد الهمم چیزی نه تنها افزون بر اون دو کتاب نداره، بلکه بسیاری از در واقع فقرات عیناً مطالب و جملات و عبارات اون دو شارح رو استفاده کرده. این انتحالی که در بین بسیاری از علمای ما رایج بوده، از قدیم بوده، امروزه پذیرفته شدنی نیست. امروزه انتحال انتحال است. ما نمیتوانیم این انتحال رو به هیچ شکل ممکنی در واقع توجیه کنیم، چنان که خیلی ها در صدد توجیهش هستند. کسی که ادعا میکند در مکاشفاتش که امام رضا همه علوم نبوی و علوی رو در من جاری کرده، وقتی که به یک فقرهی در فسوس میرسه، در فصل شیسی، ابن عربی یک موضوعی رو طرح میکنه که تقریبا همه شارحین ابن عربی از اون موضوع عبور میکنن و توان این رو ندارن که او رو شرح بدن که چی گفته. موضوع به قول قدما از عویسات، از مشکلاتی که سردر نمیارن. آقای حسنزاده آملی هم مثل دیگر شارحین که از کتب اون شارحین استفاده کرده، از اون موضوع عبور میکنه. خب چطور میشود کسی که مدعی است که همه علوم علوی و نبوی در او جاری شده، بیان یک عارف رو نمیتونه توضیح بده، بیان مشکلی یکی از عویسات یک عارف رو ناتوانه، و همینطور بعضی از در واقع عویسات دیگر در فسوس رو ناتوان از توضیح دادنش. خب برای یک دانشجوی فلسفه بسیار روشنه که نمیتوان به کسی که از بیان یک امر عرفان نظری در واقع ناتوانه قبول کنه که این مکاشفات به هر حال حقیقت داره یا بوی از حقیقت برده باشه. علی حال این انتحال آقای حسنزاده محدود به کتاب شرح فسوس ایشون نمیشه. ایشون در بعضی از کتب که به اشاراتی به علوم غریبه و از جمله در واقع علم جفر و اینها کرده، در واقع ایشون تماماً از علامه دهدار که یکی از در واقع نوابغ در علوم غریبه بوده استفاده کرده. کتاب مفاتیح المغالیق علامه دهدار یکی از اصلی ترین رفرنس های آقای حسنزاده بوده که آقای حسنزاده به هیچ وجه در کتابشون حتی اسمی از این کتاب نمیاره. و شما وقتی به کتاب مفاتیح المغالیق رجوع میکنید، متوجه میشید که این مطالب عیناً در آثار آقای حسنزاده در واقع تکرار شده و ایشون بدون ذکر مأخذ و بدون حتی اسمی از علامه دهدار اینها رو فقط به یک معنا انتحالی مرتکب میشه. این هم درباره این قسم از علوم غریبه که ایشون خودشون رو در حقیقت به این علوم غریبه و تسلط به این علوم هم معرفی میکردن. ایشون یک کتابی دارن با عنوان در واقع فس اسمتیه فی کلمت فاطمیه. ایشون آمده یک فسی بر فسوس ابن عربی به تصور خودشون افزوده است. در همین کتاب فس اسمتیه هم بارها به شکل در واقع خیلی تعجب آوری از مطالبی از کتاب ابن ترکه، صائن الدین ابن ترکه، اقتباس میکنه، این عبارات رو نقل میکنه بدون اسمی از اینکه اسمی از جناب صائن الدین ابن ترکه بیاره. خب ما میدونیم صائن الدین ابن ترکه یکی از حکمای بزرگ جهان اسلام که در پیش از ملا صدرا بوده و ابداعاتی داشته. حتی این کلمه اسفار اربعه، این عنوان اسفار اربعه از ابن ترکه است، صائن الدین ابن ترکه است که ملا صدرا هم از ابن ترکه این رو برمی‌داره. خب آقای حسنزاده در این کتاب فس اسمتیه بارها و بارها این عبارات رو از کتاب ابن ترکه ذکر میکنه و بدون ذکر هیچ نامی یا هیچ اسمی از این کتاب. من میدانم بسیاری از علاقمندانیشون وقتی بخوان دفاع کنند میگن بله این یک سنتی در جهان اسلام بوده که ذکر نمی کردن می آوردن. اصلا اولا که اگر بوده خب غلط بوده،
یعنی چه در گذشته چه در زمان حال، انتحال انتحاله. خب چرا ما در بیان شیخ الرئیس چنین چیزی رو نداریم؟ شیخ الرئیس هم در گذشته بوده، گذشته تر از اینها هم بوده. چرا اون چنین شیوهی نداشته؟ چرا این شیوه از زمانی باب میشه که نه فیلسوف ما فیلسوفه، نه عارف ما عارفه، بلکه یک در واقع تشبثی به این عرفان و فلسفه دارن، ولی نه حقیقتی از فلسفه است نه حقیقتی از عرفان. این شیوه زبانی رو که ما به شدت در آثار آقای حسنزاده میبینیم، من امیدوارم که علاقمندان و شاگردانشون به این نکات توجه کنن، صرفا در مقام توجیه و دفاع بر نیان. اینها نکاتی است که در آثارشون موجوده و متاسفانه این شیوه آقای حسنزاده در تألیف این کتاب ها شاگردانی رو هم تربیت کرده که از جنس خودشونن. من الان چون نمیخوام اسم ببرم، یکی از شاگردان معروفشون کتاب سازی، یعنی به شدت افتادن به کتاب سازی. شما میبینید یک کتابی منتشر شد و کتاب قطور 700-800 صفحه، میرید عنوان جلد رو میبینید، میبینید که یه عنوانی داره، میرید کتاب رو باز میکنید، میبینید یه چیز دیگه ایه. این روش هایی که بدون تعارف روش های شارلاتانیزمه که هیچ با معیار علمی سنخیت نداره، که در بعضی از شاگردان آقای حسنزاده به وفور من دیدم، متاسفانه ادامه همون سنته و این سنتی که عقیم میمونه. و من مطمئنم، یعنی اصلا نیازی به استدلال هم نیست، این سنت زایشی نداره، این نمیتونه منشأ اثری باشه. سنتی که از تفکر دور میشه و از در واقع شیوه هایی از انتحال سعی میکنه که به تعبیر خودشون عرفان و فلسفه و اینها رو با هم دیگه ممزوج کنن، منشأ اثر هم نخواهد بود، چنان که تا الان هم منشأ اثر نبوده. کتاب فصل اسمتی فی کلمت فاطمیه جدا از این انتحال هایی که از ابن ترکه، سائن الدین ابن ترکه داره، یک مشکل بنیادین دیگر هم داره و اون عدم فهم درست خود فصوص الحکمه. کتاب فصوص الحکم بنابر یک جهانبینی و یک هستی شناسی خاصی نوشته شده، اینکه ابن عربی هر نبی را، نه هر شخصی، هر نبی را مختص یک حکمت قرار میده، بنابر یک در واقع بنیان حکمی و هستی شناختیه. حالا کاری به ابن عربی ندارم که درسته یا غلطه، اما اگر کسی می آید فکر می کند که به خاطر اون تعلقات مذهبی یا ایدئولوژیک می تواند یک فصلی رو اضافه کنه، این نشون میده که ایشون اصلا خود فصوص رو هم به طور بنیادین متوجه نشدن اصلا قصه چیه. ابن عربی داره هر نبی رو مظهر و باطن یک دوره تاریخی میگیره. هر نبی اختصاص به یک حکمتی داره و اون نبی اون دوره رو برای ما در واقع نمایندگی میکنه، حکمت اون دوره رو. خب آقای حسنزاده، خدا رحمت کنه شما رو، وقتی که شما حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میارید یک فصلی به او اختصاص میدید، شاید علایق و اون چیزی که علاقمندید، شما ارادتی که به این بانو دارید، اما این دلیل بر این نمیشه که یک در واقع ساختار معرفت شناسانه رو تغییر بدید. مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هر چقدر هم بزرگ، هر چقدر هم عالی، اما ربطی به این نداره که شما درباره یک دو، اصلا به تعبیر یکی از عرفا که عرفای شیعه که میگفت فاطمه زهرا باطن غیب و مکتومه، و بعد شما فصلی رو به این اختصاص میدید، یعنی توجه ندارید معنای فصل چیه، معنای حکمتی که اون دوره به اون فصل اختصاص داره چیه، اون نگینی که بر اون نام اون نبی اختصاص پیدا کرده چیه. البته کتاب فصل اسمتی فی کلمت فاطمیه فارغ از این دو اشکال، یعنی اون اشکال انتحال و این اشکال معرفت شناختی، به واسطه این نقل مطالبی از ابن ترکه و از ملا صدرا، کتاب خواندنی هستش.
از انصاف نمیگذرم. کتاب کتاب خواندنی است و مطالب خواندنی هم درش موجوده. برای کسی که علاقمند به حکمت و عرفانه میتونه مطالب خوبی رو پیدا کنه، اما این مطالب از آن ایشان نیست. دوستان من، اگر قرار است ما وارد علم بشویم و اگر قرار است در جهان علم با حقیقت علم پیوندی پیدا کنیم، باید تلاش کنیم از این نوع شیوه ها و از این نوع روش ها دوری کنیم. بت ساختن و این کلمه علامه که در این 40-50 سال اخیر خیلی باب شده، اینها دردی دوا نمی کنه. یک نویسنده نیاز به نقد داره، نیاز به این داره که واو به واو این نویسنده مورد نقد و بررسی قرار بگیره. کتاب فلسفی دیگریشون داره، اتحاد عاقل و معقول، کتاب خوبیه، ولی هیچ کتاب فلسفی ارزشمندی که بگویم نظرگاه خاصی داشته باشه به هیچ وجه. جمع‌آوری و دستبندی های خوبی داره و قابل استفاده هم هست، و حتی در شیوه اقتباس از خواجه عبدالله